نقش و نگارهای دستساز ایرانی کم نیستند. هر گوشه ای از این آب و خاک سرزمین رنگ رنگ خیال مردمانشان است. روی قالی، پارچه، گیدیم و جاجیم ها. پته هم یکی از همین دست ساخته های رنگ رنگ است. به رنگ خیال مردمان کرمان. پته را می توان یک کالای اصیل ایرانی معرفی کرد که سابقه ای حدود 300 ساله دارد و سوغات شهر کویری کرمان است. در روز صنایع دستی در کرمان از بانوی تجلیل شد که 60 سال در حوزه پته دوزی فعالیت کرده و نامی نیک از خود به جای گذاشته. بانو پروین عباس شیرازی که فروردین امسال آسمانی شد. بانو شیرازی متولد شهریور 1335 است و از 6 سالگی هنر پته دوزی را نزد مادرش یاد گرفته. امروز اومدیم به غرفه خانم شیرازی تا گفتگوی را با پسرشون داشته باشیم. دانشگاهی نبوده، اما از مدرکشو از میراث فرهنگی تهران گرفته، معلم بوده، فرهنگی بوده. در کرمان ما دو نفر هستن که استاد این کار پته دوزی هستن، یکی خانم عبدالرحیمی که معروف هستن به خانم آرام و خانم پروین عباس شیرازی که این دوتا هستن که بزرگان پته کرمان بودن. آقای مرادبخش میگوید شال پته در ابتدا سفید بوده. پته اصلش سفید بوده، ولی خب به مرور زمان کنارش کم کم اومدن رنگش کردن. میبینید اون شال سفید، منظور اون که زمینش، اون پارچه شالش سفید بوده. این کار از اول سفید بوده، ولی خب به مرور زمان برای تنوع، مثلا این کار یه حرف مال 150-200 سال پیشه. چه رنگ سفید، یه حسن خوبی هم که داره، با همه مبلمان ها ست میشه، با همه میز ها ست میشه. این سبب شده که بیشتر مشتری ها الان باز هم به همون سفید، رنگ سفید برگردن. خانم عباسی در کنار کارهای خود کلکسیونی پته با قدمت بیش از 100 سال دارد. 20 تیکش از مادرشون به حسن، هم تو از قدیم بوده که خب ارث رسیدن به همدیگه، رسیدن به اینجا. ولی خب پته هایی هستن که خب در روستاها بودن که متاسفانه بنا به شرایط که مردم نمیتونستن ازشون نگهداری کنن و مادر خب تونسته از مردم تهیهشون کنه، اونا رو تهیهشون کرده دیگه. از 80 90 100 120 150 نهایتی که پته‌ای داریم مثلا 150 سال باشه. الان یه دو تا پته دارم که یکیش توی حرم حضرت ابوالفضل هسته، تو موزه حرم هستش، پته سبز رنگیه. البته به قول ما کرمونی هم مثل رو لافی هستش، رو تختی خودمون، یه ابعادی در حدود 2.5 در 2.5 در 3 باد باشه که با کمک دوزنده های خانم معیاباد دوختن. خیلی دوست داشتن که بتونن قرآن رو بیارن رو پته. ایشالا تا سال دیگه استارتش رو شروع بکنیم، چون طرحای به سادگی هم نمیشه گفت این طرح رو میشه انجام داد. این طرح کارهای اولیه بسیاری داره، طرحهاشون رو باید پیدا کرد، باید یه مجموعه خیلی قوی شد. نیسته که با 5 نفر آدم بشه ما این کار رو انجام داد. ما باید حداقل 80 تا دوزنده خوب داشته باشیم که 5 سال با ما بتونن کار کنن. پسر از دغدغه مادر در صنعت پته دوزی میگوید. افغانی ها دارن این هنر ما رو میدوزدن و خب متاسفانه هیچ کدوم از مسئولین ما تو این فکر نیستن که شاید 20 سال دیگه هیچ دختری تو ایران بلد نباشه پته بدوزه، ولی افغانی ها همه بلدن. کسی عاشقه، شاید یه جوری عاشق پته دوزی بود، عاشق پته دوزی بود و خب پته دوزی رو دوست داشت، واقعا دوست داشت. همین سبب شده بود که روی این پته میگو من تا این تموم نکنم بهتره که نخوابم. حتی شاید روزی 3-4 ساعت میخوابید و بقیش روی پته کار میکرد که این پته رو رفو کنه، چون پته خیلی ظریف و قدیمی بود و خیلی کار با ارزشی بود. زکیه سلیمی، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.